یک برنامه تلویزیونی که توی اون اتفاقات وحشتناکی میفته. گلاسیا سلام، امروز میخوایم با هم دیگه لیت نایت ویت دیویل یا آخر شب با شیطان رو ببینیم، یکی از فیلم‌های خیلی خفن 2023 که پیشنهادم زیاد داده بودن و بالاخره دارم قرارش میدم. امیدوارم خوشتون بیاد، بریم با هم ببینیمش. حواسل مسپور کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به دهه 1970 آمریکا میریم. تو این دوره به خاطر جنگ سرد و اتفاقاتی که داره میفته، خیلی از فرقه های عجیب و که بعضی هاشون شیطان پرستیان دارن سر و سامون میگیرن و شنیده میشن. این وسط با مردی به اسم جک دلروی آشنا میشیم که یه مجریه و برنامه‌ای به اسم جغدهای شب داره که یکی از پربازدیدترین های کشوره، ولی هنوز رتبه 1 نتونسته به دست بیاره و همیشه دومه. تو سال 1972 هم یه قرارداد 5 ساله با همین شبکه میبنده که کار برنامه‌اش همینطوری ادامه بده. با همسر جک یعنی مدلین هم آشنا میشیم که واقعا دوستش داره و همیشه ازش پشتیبانی میکنه. انقدر اینا کنار هم خوشحالن که تو کل کشور به عنوان یه نماد عشق شناخته میشن. همونطوری که گفتم یه سری فرقام داشتن شکل میگرفتن و اسم یکیشون گروف بوده. شایعه پخش میشه که جک عضو همین گروهه و خیلی سیاستمدارا و خواننده ها و هنرمندا هم تو باهاش کار میکنن. شایعاتی که در مورد فرقه پخش شده بودم ترسناک بودن، مثلا اینکه آدم ها رو قربانی میکنن تا با شیطان قرارداد ببندن. مراسمشون هم همیشه توی جنگل میگیرن و رهبرشون یه ماسک جغد داره. تو سال 1976 اتفاقی میفته که همه کشور شوکه میشن. همسر جک یعنی مدلین به سرطان مبتلا شده. سرطان ریه هم هستش و زمان زیادی براش نمونده. برای همین جک ازش دعوت میکنه توی یک برنامه هاش بیاد که به پربازدیدترین قسمتش هم تبدیل میشه. البته که بازم میانگین بازدیدهای برنامه توی رتبه دوم قرار داره. خلاصه که مدتی بعد مدلین از دنیا میره و این میشه شروع افسردگی جک. تا یه ماه اصلا برنامه‌اشو نمیتونه برقرار بکنه. حالش کلا خوب نیستش و همه هم نگرانشن. ولی بعد یه ماه بالاخره برمیگرده. البته که همین نبودش باعث شده که برنامه از رتبه 2 به 36 انتقال پیدا کنه. حالا سال 1977 قرارداد 5 ساله جک داره تموم میشه و برای همین فکری به سرش میزنه. شب هالووین یه برنامه ویژه برقرار میکنه که همه با لباس هالووینشون میان و میخواد ترس رو به مردم نشون بده. اسم برنامه این شب هم میذاره آخر شب با شیطان. تا اینجا یه فیلم به صورت مستند بوده و یه نفر همه این اطلاعات رو جمع‌آوری کرده داره ما انتقال میده و میگه ویدیوهایی که از الان میبینیم برنامه‌های زنده و پشت صحنه همون شب کذاییه. برنامه این شب شروع میشه. جک از اولین مهمونش مردی به اسم کریستو دعوت میکنه که معتقده میتونه ذهن دیگران رو بخونه و با دنیای ماورا و طبیعی ارتباط داره. وقتی میاد توی او شروع میکنه به داد زدن اینکه یه نفر اسمش پیترسن و من دارم صداش رو میشنوم، بگید باش ارتباطی دارید یا نه. یه نفر وسط جمعیت داد میزنه که پیترمن لقبی بود که من روی همسرم گذاشته بودم و خیلی به پیترسن نزدیکه. کریستو میگه روح زنت اینجاست و میخواد باهات ارتباط بگیره، اما این مرد میگه که زن من که نمرده، چند وقت پیش با یکی خیانت کرد و فرار کرد رفت، چیزی که باعث خندیدن همه مردم میشه. کریستو یکم هول میکنه اما دوباره چشماش روی من دو داد میزنه که اسم ادوارد یا یه چیزی که شبیهش باشه براتون آشناه یا نه. یه مادری ردیف اول نشه سو میگه اسم پسر من ادموند بوده. یه دفعه کریستو میره سمتش و میگه ادموند چند ماه پیش جون خودش رو گرفته مگه نه، و مادر با نگرانی سرش رو تکون میده و تایید میکنه. کریستو میگه که روح پسرت الان تو آرامش و دیگه نباید نگرانش باشی، که باعث اشک ریختن از خوشحالی مادر میشه. کریستو میره عقبتر و گرفته سرش درد میگیره. فریادی میکشه و میگه کلمه مینی، اسم مینی برای کی آشناه، ولی هیچ کس جواب نمیده. دوباره ادامه میده که مینی دنبال یه مرد مجردی میگرده که یه حلقه دستش باشه، اما بازم کسی حرفی نمیزنه. همین لحظه برق اتاق کاملا قطع میشه و بعد مدتی برمیگرده. کریستو میگه که روح مینی اینجا رفت. برنامه رو مدتی قطع میکنه چون کریستو خون دماغ شده و حالش خوب نیستش. از یه صحبتی هم بین جک و کارگردان برنامه متوجه میشیم اون مردی که گفته بود همسرش طلاق گرفته و جدا شده در اصل کمدینه. آورده بودنش اینجا که مسخره بازی در بیاره و اصلا کریستو اشتباهی نکرده بوده. باز برنامه شروع میشه و جک هم مهمان دومش دعوت میکنه. مردی به اسم کارمایکل که در اصل کارش رو کردن دست شعبده بازها یا کسایی که میگن با ماورا طبیعی ارتباط دارن. انقدر هم حرفاش مطمئنه که یه چک 100 هزار دلاری مینویسه و میگه هر کسی بتونه بهم ثابت بکنه که ماورا طبیعی وجود داره اینو نقد بهش میدم. جک از کارمایکل در مورد اتفاقی که چند لحظه پیش توسط جک افتاد سوال میکنه، که البته کارمایکل میگه به نظرم همش توهم و دروغ بوده و یه چیز خیلی عادیه که شما 100 تا حدس اشتباه میزنی بالاخره 101 درست جور در میاد. یا به شکل دیگه حتی یه ساعتی که خراب باشه و حرکت نکنه هم دو بار در روز ساعت درست رو نشون میده. کریستو که بهش برخورده لیوان آبی رو صورت کارمایکل ریزو میخواد بره، ولی جک متوقفش میکنه. میگه من حقیقتی رو بهت نگفتم، موقعی که میگفتی اسم کیمینیه لقبی بوده که من روی همسرم گذاشته بودم و فقط خودمون ازش میدونستیم، برای همین خیلی برام عجیب بود. مردی هم که گفتی مجرد و حلقه دستش منم و نشون میده که هنوز حلقه ازدواجش دستشه، ولی خب همسر جونش رو از دست داده و مجرد حساب میشه. کارمایکل بازم باور نداره. به کریستو میگه اگه همین الان بهت
بتونی یه روحو به این اتاق بیاری من 500 هزار دلار پول بهت میدم. یه دفعه میبینیم کریستو افتاده زمین، حالش خوب نیست و یه مایه سیاهی رو روی لباس کارمایکل بالا میاره. یه بار دیگه برنامه متوقف میشه. حالا کارمایکل میره سمت جک و بهش میگه من میدونم که تو برنامه رتبهش پایین بوده و برای اینکه معروف شی حاضر هر کاری بکنی. قطعا هم خودت یواشکی اسم زنتو به این کریستو گفته بودی که اینطوری بخوای حاشیه بر خودت بسازی. برام تهدیدش میکنه که اگه حقیقتو نگی به همه لو میدم واقعا عضو همون فرقه گروه بودی و آبروتو میبرم. برنامه ادامه پیدا میکنه. جک و کارمایکل روی سنن و جک میگه که مهمون بعدیمون میخوام ازش دعوت بکنم. خانومی به اسم دکتر جون که نویسنده کتابی به اسم مکالمه با شیطانه. قبل ورود مهمونم فیلمی برای بیننده ها پخش میکنه که در مورد یه فرقه است که رهبرشون مردی به اسم زاندور بوده. یه گروهی جمع کرده بوده که برای احضار شیطان دست به هر کاری میزنن. انقدر حاشیه‌هاشون میره بالا که حتی اف بی آی به خونه‌شون حمله میکنه. دو روز اونجا رو زیر نظر میگیره و نمیذاره خارج شن که یه دفعه خود اعضای فرقه خونه رو کاملا به آتیش میکشن. تنها کسی که از اونجا زنده بیرون میاد دختری به اسم لیلی. لیلی اون موقع 10 سالش بوده و شروع میکنه مرشون دادن رفتارهای غیر معمول، طوری که انگاری تسخیر شده. به تیمارستانی برنش ولی هیچ درمانی براش پیدا نمیشه. اینجاست که دکتر جون رو پیداش میکنه و شروع میکنه به بررسی رفتارهاش. انقدر رفتارهای لیلی عجیب بوده که حتی دکتر جون هم باور میکنه تسخیر شده و حتی توی یکی از مصاحبه ها واقعا انگاری شیطان کنترل لیلی رو به دست میگیره. خلاصه که بعد یک سال بررسی رفتارهای اون این کتاب رو نوشته و الانم میاد روی سن. لیلی هم همراهش اومد که از همون بعد و ورود به جای نگاه به مجری و تماشاچیا قشنگ به دوربین زل میزنه. بعد مدتی به جک میگه شنیدم همسرتو از دست دادی، برات متاسفم و یه چیزی میخوام بهت بگم، اینکه نگران نباش، خیلی زود قرار برنامه به پربیننده ترین برنامه آمریکا تبدیل شه. زمان پخش پیام بازرگانی رسیده که دکتر جون و جک صحبت میکنن و دکتر میگه که به نظرم الان نباید اصلا لیلیو بیاریم روی سن، رفتارش از دیشب خیلی عجیب شده و ممکنه خطرناک بشه. حتی دیشب بدون اینکه از جریان امروز خبر داشته باشه مدام اسم تو رو به زبان میآورد، انگار همه چیز با خبر بود. با این حال بازم جک قبول نمیکنه و میگه باید برنامه ادامه پیدا کنه چون نیاز به بازی داشت داریم. از رفتار جک و دکتر جون هم مشخصه که با هم دیگه توی رابطن. قبل از اینم که برن روی صحنه کارگردان میاد طرف جک و بهش میگه کریستو مخواسته بره بیمارستان چون حالش بد بوده و توی راه تموم کرده. جک هم یک لطفاً بقیه اعلام نکن تا برنامه رو ادامه بدیم. وقتی برنامه شروع میشه جک از دکتر جون میپرسه به نظرت همون شیطانی که فرقه احضار کرده بود وارد لیلی شده یا نه. دکتر هم میگه که من نمیدونم دقیقاً ولی با چیزهایی که خودش میگه به نظرم یه شیطان خیلی ضعیف‌تر باید باشه. یه سری لوازم فرقه هم روی میزه که کارل مایکل یه دفعه چاقوی رو برمی‌داره سمت خودش میگیره. داد میزنه برنامه رو متوقف کنید، نمیتونم جلوشو بگیرم. اما این فقط یه شوخی و میخواد اینا رو دست بندازه. دکتر جون بهش برمیخوره اما حرفی نمیزنه. حالا جک از لیلی میپرسه که کی تو رو کنترلت میکنه. اونم میگه یه نفر اسمش رو گذاشتم آقای ویگلز، به خاطر اینکه همش تو کله و بدنم تکون تکون میخوره و حس میکنم همه چی رو میخواد به دست بگیره. همین لحظه یکی از سازهای نوازنده ها خود به خود شروع به زدن یه نوت کاملا مشابه میکنه. انقدر صداش روی مخ میره که همه سرشون درد گرفته و وقتی که کسی میخواد متوقفش بکنه برق میگیرتش. کارمایکل عصبانی هم با سرعت میره و اسپیکر رو از برق میکشه و داد میزنه که اینم یکی دیگه از نقشهاتون برای این دروغهای مسخره است. اما لیلی جواب میده که نه، آقای ویگلز بود که این کارو انجام داد. جک کنجکاو شده میپرسه به نظرت میتونیم آقای ویگلز رو دعوت کنیم اینجا؟ دکتر جون میگه که خیلی خطرناکه، باید در موردش صحبت بکنیم. اما لیلی کاملا موافقه و در آخر با اصرار جک دکتر هم قانع میشه. البته شرط میذاره که همه باید همکاری بکنن و چیزایی که میگم رو انجام بدن و الان ممکنه خیلی خطرناک باشه. پیام بازرگانی بعد میرسه. دکتر جون از جک عصبانیه که بدون هماهنگی داره این کارو انجام میده و وسط حرفاشون هم کارل مایکل هی مسخره شون میکنه. جک به دکتر میگه که اگه این کارو درست انجام بدی و ثابت بشه امثال کارل مایکل دیگه خفه میشن و مسخرهت نمیکنن و همینم هم قانعش میکنه که به این کار ادامه بدن. برنامه دوباره ادامه پیدا میکنه و این بار لیلیو به صندلی بستن. دکتر به بیننده ها میگه که شیطان میتونه به شکلهای مختلفی به اینجا بیاد، اما شیطانی که الان تو بدن لیلیه فقط از طریق همون میتونه با ما ارتباط بگیره. برای همین خیلی خطرناک نیست، ولی به شرطی که همتون هر کاری میگم رو انجام بدید. حالا شروع به گفتن یه سری جملات میکنه که در آخر لیلی سرشو میندازه پایین و گرفه رفتارش پرخاشگرایانه میشه. حتی صورتش هم تغییر رنگ داده و چشماش انگاری قرمز شده. با صدای وحشتناکی رو به جک میگه که خوشحالم دوباره تو رو میبینم. جک شوکه شده میگه من اصلا نمیدونم تو کی هستی و شیطان از زبان لیلی صحبت میکنه که ما همدیگه رو توی اون جنگلا دیدیم. حالا دکتر که ترسیده سعی میکنه همه چیزو متوقف کنه، اما دیگه نمیتونه شیطان رو از بدن لیلی خارجش بکنه. اون رو به جک فریاد میزنه که همه چیز همسر تقصیر خودت بود. بعدم به همه میگه که الان دکتر جون و جک با هم توی رابطن. دکتر جون که عصبانی شده یه چک تو صورت لیلی میزنه، اما اون با عصبانیت بیشتری فریاد میزنه و حتی یه لحظه دندوناش هم شیطانی میشن. دکتر گردنبند خودش سمت لیلی
میگیره و یه سری جملات دیگه به زبون میاره، اما اون فقط میخنده و هیچ تأثیری روش نداره. یه رفعه صدای لیلی به صدای همسر جک تغییر میکنه، رو بهش میگه چطوری تونستی باعث همه این اتفاقا بشی. حالا جریان برق به هم میریزه و یه لحظه صندلی لیلی روی هوا معلقه که همینجا دکتر جون آخرین جمله ورد خودش رو به زبون میاره و انگار همه چیز متوقف میشه. همه ترسیدن، جک سر جاش خوشگیش سره که کارل مایکل بلند میشه و به همه میگه الان براتون رو میکنم چه دروغایی بهمون گفتن، اما جک عصبی و میگه فعلا خفه شو. دوباره یه استراحتی به خودشون میدن. جک به دکتر جون میگه که برنامه امشب تا الان عالی پیش رفته و کارگردان هم میاد سمت جک و میگه که برنامه امشب پربازدیدترین توی تاریخ دنیا شده. اونم خیلی خوشحال میشه اما میگه چقدر ترسیده، چون یه لحظه صدای لیلی کاملا شبیه همسرش شده. تو ادامه برنامه نوبت به کارل مایکل میرسه و میگه که به نظر من همه چیز دروغ بود و فقط دکتر جون اومده لیلی رو هیپنوتیزم کرده، همینطور هیپنوتیزم همگانی برای ماها اجرا کرده که بتونیم این چیزهای توهمی رو ببینیم. برای اجرای کارش هم از دستیار جک یعنی گاس کمک میگیره و بهش میگه روی صندلی جلوش بشینه. حالا ساعتی رو طرف گاس میگیره و بقیه هم میخواد کاملا به همین ساعت زول بزنن تا درست همه چیز رو انجام بده. بعد کارل مایکل از گاس میپرسه نظرت در مورد کرمها چیه و اونم میگه چقدر از اونها چندشش میشه. یه رفعه کارل مایکل بشکنی میزنه. حالا گاس یکم بچه رو کارل مایکل میگه گردنت زخم شده. گاس همین که دستش رو میبره سمتش میبینه زخم و تکونش میده که یه رفعه کرمی از گردنش بیرون میاد. حالا شکمش شروع به خاریدن میکنه، وقتی بهش دست میزنه کلی کرم و حشرات موذی از شکمش بیرون میریزه. حتی اگه چشمش هم کرم بیرون میزنه که کارل مایکل بشکنی میزنه و این دفعه همه هیپنوتیزم بیرون میان و میفهمن همه اینا فقط توهم بوده. خود گاس هم هیچ خاطره از اتفاقاتی که تو این لحظات افتاده نداره. کارل مایکل توضیح میده من دقیقاً کار دکتر جون رو انجام دادم، همتون رو هیپنوتیزم کردم. اگه الان فیلمو یه بار از اول نگاه بکنید متوجه میشید که همه چیز توهم بوده و هیچ اتفاقی نیفتاده و وقتی که نگاه میکنن هم واقعا همینطوریه. جک از بیننده ها میپرسه کسی هست اون صحنه های وحشتناک رو ندیده باشه، که چند تاشون تایید میکنن. حالا کارل مایکل بهشون میگه که شما همونایی هستید که به ساعت توجه نکردید، برای همینم عموما وقتی که همچین اتفاقی میفته توی پخش کردن ویدیو دوبارهش کلی ادیت انجام میدن. لیلی به کارل مایکل میگه اگه اینقدر مطمئنی که ما دروغ میگیم چرا ویدیو ما رو دوباره پخش میکنی؟ همین کارو انجام میدن، ولی همه چیزهایی که اون موقع دیده بودن کاملا توی فیلمم هست و مشخص واقعی ان. حتی یه لحظه توی فیلم یک گلیچ اتفاق میفته که وقتی اونجا متوقف میشن جک سایه همسر خودش رو میبینه که شبیه روح وایساده و دستش روی شونه های خودشه، اما اینا هم کارل مایکل رو قانع نمیکنه و حالا مطمئن خود جک هم توی تمام این نقشه ها دست داشته. همین لحظه حال لیلی بد میشه، سرش رو پایین میگیره، برق های تمام استودیو قطع و وصل میشن و همه ترسیدن. یه لحظه برق ها میرن، یه لحظه جریان دیگه ای به وجود میاد که سمت لیلی میره و یه قدرت خیلی زیادی انگاری بهش میده، به حدی که انگار کله این دختر به دو بخش تقسیم شده. گاس اومده جلو که یه لحظه با یه حرکت تمام گردنش میچرخه و از دنیا میره. لیلی روش رو به دکتر جون میکنه و اون روی هوا معلق نگه میداره و با یه حرکت یه دفعه گردن اونم میزنه. کارل مایکل وحشت زده روی زانوهاش میفته و التماس میکنه ببخشتش، چون دیگه به شیطان واقعا باور داره. اما اینجا هیچ کسی قرار نیست بهش رحم بشه. یه دفعه کارل مایکل هم میسوزه و اونم از بین میره. همه وحشت زدن دارن فرار میکنن که کارگردان میاد دست جک رو با خودش میگیره و میبره بیرون. اما لحظاتی بعد میبینیم جک دوباره پا روی سن میذاره و همه براش دست میزنن. همه هم زندن. خیلی این صحنه عجیب و بی ربطن. مثلا جک پیاد روی سن، یه رفیل لباساش عوض میشه، یه زن جلوش نشسته که بهش کرم خیلی بزرگو داره نشون میده، همه چیز میچرخه و کلا سوراله. یه لحظه هم خودشو در حال بستن قرار داد توی 5 سال پیش میبنده. گزارشگر ازش سوال میکنه به نظر فداکاری هایی که قرار بکنی ارزش دارن یا نه، که اونم تایید میکنه و میگه دارن. بعدم چند نفر همون فرقه گروف سر میرسن و میان جک و با خودشون به همون جنگل ها میبرن. یه جامیو بهش پیشنهاد میدن، وقتی از اون مینوشه چشماشو باز میکنه و خودشو جلوی تخت همسرش میبینه که بیمار شده. میره کنار اون میشینه. حالا فهمیدیم که توی همون مراسم جک به خاطر رسیدن به شهرت و پول یه قراردادی با شیطان امضا کرده. قراردادی که در نتیجه اون جور همسرش داره گرفته میشه. کنار مادلین میشینه و ازش التماس میکنه که ببخشتش. مادلین هم میگه من واقعا ازت دلخور نیستم. فقط کارمو تموم کن که این دردا تموم بشن. جک هم قبول میکنه و یه دفعه چاقوی کنار تخت رو برمی‌داره و جون مادلین رو میگیره. حالا تمام تموم میشن و به خودش میاد. روی همون صحنه اجرا و با همون چاقو به لیلی ضربه زد و جونش رو گرفته. تنها بازمونده اینجاست. صدای آژیرهای پلیس شنیده میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. پایان معنی فیلمو به دو شکل مختلف میشه برداشت کرد. یه برداشت اینه که ما بگیم یه شخصیتی مثل جک رو توی فیلم داریم که حاضر برای شهرت همه چیزشو فدا بکنه، حتی همسر خودشو، و برای اینا اصلا هیچ چیزی هم سر باز نمیزنه.
برای همینه حتی همون آخرهای فیلم اون صحنه که شیطان جلو دوربین صحبت میکنه و همه اینا رو خودش انجام داده بوده، این همون هیپنوتیزم که کارل مایکل گفت و حتی ویدیو پلی بکش هم خودش دستکاری کرده بوده دوباره که همه باور بکنن. به هر حال گفتم جک برای شهرت حاضر دست به هر کاری بزنه. اون آخرش هم که میبینه هی کارل مایکل مخالفت میکنه، همه چیز داره یهو بد پیش میره، دیگه رد میده، شروع میکنه به عزم بردن همه، چون خب ما در مورد یه آدم روانی صحبت میکنیم. اما این برده چند تا نقص داره که مهمترینش بلایی هستش که سر کارل مایکل روی سن اومده. اون همه بدنش سوخته و غیره، ممکنه یه آدم عادی بتونه این بلا رو سرش بیاره. پس میریم سراغ پایان‌بندی دوم، اینکه لیلی واقعا تسخیر شده بوده، اون شیطان داخلش بوده، همه اون کارها رو میکنه و آخر همون جکی که جلوشو میگیره و اونو از بین میبره و خب همیشه هم جلو دوربین بوده و قطعا پلیسان برسن قرار نیست بلای سر خود جک بیاد. توی اینم باز ما همینو متوجه میشیم که جک چقدر برای شهرتش حاضر از همه چیزش بزنه و با شیطان یه بار قرارداد بسته که در قبال اون همسرشو از دست داده، اما بازم کاروشو ادامه داده تا بتونه به هدف خودش برسه. که در آخر هم اتفاق میفته، صحنه‌هایی که جلوی دوربین ضبط میشه به پربازی ترین صحنه‌های کل تاریخ آمریکا تبدیل میشن. نکته بعدی که باید بهتون بگم یه سری حقایقی که توی فیلم وجود داره. گفتیم مثلا فرقه‌ای که جک عضوش شده بوده و حالا یه سری چیز ازش رو شد گروف بود. در واقعیت ما یه فرقه‌ای داریم به اسم بوهمیان گروف، چیزی که خیلی مدت‌ها پیش توی آمریکا پخش شد، توی سان فرانسیسکو برقراره و مهمترین هنرمندها و ژورنالیست‌های دنیا عضو اونن و برای همین به شهرت می‌رسن. یعنی اگر قراره که توی دنیا معروف بشی باید حتما یه جوری پات به اونجا برسه. فرقه‌ای که فقط یه آشنا می‌تونه تو رو بهش دعوت بکنه. یه سرچ بزنید اطلاعات کاملش براتون میاد. برای همینم می‌تونیم بگیم که فیلم داره از این قضیه الهام می‌گیره و یه داستان دیگر رو روایت کنه برام. خلاصه امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایبتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.